درود و صد درود، امیدوارم هر جایی که هستید شاد باشید و پیروز و آماده باشید تا یه وبینار مثبت و خوب دیگر و کاربردی دیگر رو همراه هم شروع کنیم. اول هستم، امروز جمعه است، 11 اکتبر 2024. نگاهی خواهیم داشت به وبینار، در واقع کلیت وبینار امروز، ابتدا درباره ابرهای ایچیموکو و ADX، اینکه چطوری از ابرهای ایچیموکو و شاخصه یعنی یا اندیکاتور ADX با هم دیگه استفاده کنیم. من مثلا همیشه ابتدا هشدار میدم که این مطالب آموزشی، مطلب به عنوان در واقع اطلاعات کلی فراهم شده برای آموزش، هدف مشاوره ترید نیستش و سیگنال ترید نیستش، نباید همچین برداشتی وجود داشته باشه. ضمن اینکه فعالیت در بازارهای مالی چه به عنوان سرمایه گذاری چه به عنوان معامله گر و تریدر دارای درجه ای از ریسک، به خصوص ابزاری که از اهرم استفاده میشه، و دوستانی که در بازارهای مالی فعالیت میکنن قطعا با دانش و آگاهی نسبت به این موضوع و با قبول ریسک این بازار وارد بازارهای مالی شده و خواهد شد. من در واقع چارکی هستم، سال 2006 تاکنون در بازار مالی فعالیت میکنیم و به عنوان حالا بنیانگذار و مدیرعامل وبسایت خبری تحلیلی اکونومیژن هم هستم. اما امروز درباره مسائلی که صحبت میکنیم سرفصلاش اینه که ابتدا درباره ابرهای ایچیموکو توضیح میدیم که اصلا ابرهای ایچیموکو چی هن، و در مورد ADX صحبتی میکنیم که ADX چیه، و بعد در نهایت ترکیب این دوتا رو بررسی میکنیم و همینطور تمرینات عملی روی چارت داریم. و چون تصویر زیاد داریم، دوستانی که در بساط صوتی میخوام بشنون اینو، پیشنهاد میکنم که از لینک ثبت نام زوم استفاده کنم و در وبینار حضور داشته باشن، چون تصویر کاملا توضیح میده. چون ابرهای ایچیموکو اندیکاتور تصویری، همینطور ADX، هر دو اینها اندیکاتورهای تصویری هستن و بسیار مهمه که تصویر دیده بشه. ابتدا در مورد ایچیموکو توضیح بدیم که ایچیموکو چیه. نام کاملش ایچیموکو کینکوکو، حالا که به اختصار بهش ایچیموکو گفته میشه، یه اندیکاتور تکنیکال جزء دسته روندها قرار میگیره. اساسش بر مبنای شناخت شمع‌ها یا همون کندلستیکه که مبنای خیلی از در واقع اندیکاتورها و معاملات استراتژی تکنیکال هم هستش، برای بهبود دقت در پیش بینی قیمت و جهت حرکت استفاده میشه. یه چیزی که وجود داره اینه که پس هدف ایچیموکو چیه؟ پیش بینی جهت حرکت قیمت، این هدفش، اینکه قیمت به کدوم سمت باید بره. چرا اینو تاکید میکنم؟ به خاطر اینکه ADX هدفش چیز دیگه، و برای همینم هم هستش که میگیم ترکیب ADX و ایچیموکو، چون اینو در ترکیب با هم دیگه میتونن تکمیل کنن اون هدف نهایی یک تریدر رو. در اواخر دهه 1930 توسط گویچی هوسودا، یه روزنامه‌نگار بود که معروف بود به ایچیموکو سانچی، توسط این فرد ایجاد شده. اما یک سیستم شناسایی در واقع، حالا ایچیموکو برای شناسایی روند هم مبتنی بر میانگین های حرکتی استفاده، یعنی در خود ایچیموکو مبنا ترکیبی از میانگین های حرکتی، حالا اگه به روی چارت ببینیم که خب ترکیب میانگین حرکتی 9 دوره، 14 دوره و 26 دوره، اینا این ترکیب های، البته خب این دوره ها رو میتونیم عوض کنیم قطعا، این ترکیب ها رو در واقع با این ترکیب حرکتی، اینا هر کدوم یک خطی به ما میدن که ترکیب این خط ها میشه ایچیموکو. یعنی ایچیموکو ترکیبی است از میانگین های حرکتی، و چون و البته دادای شمعی یا کندلستیک. تصویری واضح تر به ما میگه اندیکاتور، وقتی ازش استفاده میکنه ما یه تصویری واضح تر میده از حرکت های بالقوه و احتمالی قیمت، این که مثلا قیمت احتمالا به کدوم سمت و به کجا حرکت میکنه، و به عنوان یک در واقع روشی، البته اینا میگه که برای خود در خود استفاده از میانگین های حرکتی، اینو گفتم که درسته که حالا ایچیموکو همونطور که عرض کردم خدمتتون ترکیبی از میانگین های حرکتی، اما نحوه استفاده از میانگین حرکتی، نحوه رسمش فرق میکنه. مثلا میاد با استفاده از 50% بالاترین و پایین ترین سطوحش، که هر تو هر شم مثلا ما میگیم که دوره یک ماه، مثلا چارت یک ساعته، شمع های یک ساعت، هر شم نشون دهنده حرکت قیمت در یک ساعت گذشته است. میاد از بالاترین و پایین ترین این یک ساعت ها و 50% اون رو در نظر میگیره. میانگینش یه مقدار نحوه محاسبش فرق میکنه. حالا الان ما نمیخوایم بریم چی میگم بهش بریم در واقع
از نظر ریاضی ببینیم که الان نحوه فرمول محاسبه جهازش به چه صورته، و همینو در نظر داشته باشید که وقتی میگیم میانگین 9 دوره یا مثلا 14 دوره در ایچیموکو استفاده میشه، اون همون دقیقا میانگین حرکتی 9 دوره نیستش. نوع استفاده از نوع محاسبه اون میانگین 9 دوره با اون میانگین حرکتی 9 دوره که شما در چارت میتونید وارد کنید با اون دو تا چیز متفاوته، نه نحوه محاسبش یه مقدار متفاوت تر از اون در واقع میانگین حرکتی معموله. اما یه چیزی که استفاده میشه، یه چیزی که نکته مهمی اینه که خود ایچیموکو در شرق در معاملاتی که در چین، ژاپن، اون طرف مالزی اونجا انجام میشه خیلی زیادتر استفاده میشه تا نسبت به مال معامله گران یا غربی که حالا اروپایی و امریکایی که ازش استفاده میکنن. یه نظریایی که شاخص ایچیموکو بر اساس نوشته شده، خود ایچیموکو رو نحوه در واقع استفادهش و نظریه هایی که میشه بر اساسش یک چارت رو تحلیل کرد بر مبنای نظریه زمان، نظریه امواج حرکتی و نظریه قیمت. یه مقدار حالا اگر بخوایم به اینها بپردازیم شاید یه مقدار زیادی تخصصی بشه بگیم که خب حالا با چه نظریه هایی مثلا ما در ایچیموکو روبرو هستیم. برای همین هم هستش که من خودم شخصا ترجیح هم اینه که معمولا به بازارها خیلی ساده تر نگاه کنیم، زیاد روی این نظریه های مختلف نمیرم و زیاد چیز نمی کنم، زیاد گیر این جزئیات ترجیح میدم نباشم و توصیه میکنم نباشه، چون هر چقدر سختتر کنید و پیچیده تر کنید این نظریه ها رو و این داده ها رو، معامله با اون هم براتون سختتر میشه. تحلیل شما حالا یا در واقع میخواید استفاده کنید از اندیکاتورها که نیازی ندارید به فرمولش رو ببینید به چه صورت، صرفا تنظیماتش رو یاد میگیرید، یا اگر خیلی دوست دارید فرمولش رو یاد بگیرید و برید برنامه نویسی اندیکاتور بشید، اون موقع به نظر من کسی که میخواد حالا فرمولش یاد بگیره و ببینه دقیقا اینا به چه صورت هست، اونو برای کسی که شاید بخوام برنامه نویسی اندیکاتور ها رو انجام بده. و اگر نه، اگر به عنوان یه تریدر میخواید استفاده کنید، سعی کنید در ساده ترین شکل استفاده کنید. همونطور که عرض کردم خدمتتون، برای اینکه در واقع یه چیز داشته باشیم، یه نگاه عمومی داشته باشیم، ما سه تا خط مهم داریم، تانکنسن، کیجوسن و سینکوسپان، که حالا سینکوسپان آ و بی داریم. اینا همه میانگینه حرکتی هم طور که از کردم خدمتتون 9 دوره، 26 دوره و 52 دوره میانگینه حرکتی استاندارد هم که در تصویر میبینید. حالا ما این تو چند تا تصویری که در آینده میبینیم من اینجا گذاشتم تنظیمات رو، شما در جریان باشید که الان خط نارنجی از این به بعد تو تصاویری که میبینیم نشون دهنده تانکنسن، کیجونسن خطش آبیه و سینکوسپان آ و سینکوسپان بی خطش قهوه‌ای، چیگوسپان هم چیز عربی هم که سفیده. حالا اینا رو الان تصویر یکی یکی توضیح میدیم که هر کدوم از اینا چیه. سینکوسپان آ خط بالایی، وقتی سینکوسپان آ بالاتر از خط سینکوسپان در واقع بی هستش خط میشه قرمز و برعکسش. اون خطی که نزدیکتره تانکنسنه، اون خطی که نزدیکتر میانگین نقطوری تانکنسنه، و اون خطی که یه مقدار فاصله داره کیجونسنه، که اون میشه میانگین در واقع میبینید اینجا 26 دوری کیجونسن، نقطوری تانکنسن که نزدیکتر کیجونسن میشه 26 دوری. حالا این فضای ابری که ایجاد میشه اینا میان واسه از میانگین حرکتی چند دوره 52 دوری که میشه کیجونسن بی. حالا هر موقع بی در واقع پایین تر باشه میشه کیجونسن بی، این میشه هر موقع این پایین تر باشه میشه چی، میشه روند صعودی کیجونسن آ بالاتره و برعکسش. حالا میشه بخش سینکوسپان میگم کیجونسن، سینکوسپان بی و سین، هر موقع سینکوسپان بی پایین باشه در واقع این سینکوسپان بی، سینکوسپان بی که پایین تر باشه میشه این روند چی، ابره میشه رنگش روشنتر میشه میشه روند صعودی. وقتی که سینکوسپان بی سینکوسپان آ بیاد بالاتر از سینکوسپان از پایین، اینطوری از پایین به بالا بگذره، بذارید یکی یکی بریم اینطوری براتون شروع میشه، شاید یه دفعه گفتنش، یکی یکی بریم تصاویر جلو و براتون اینا رو همه یکی یکی توضیح بدم که هر کدوم از اون چه نقشی دارن. اول از همه از تانکنسن شروع کنیم. تانکنسن میانگین نه دوره‌ایه، خب همون که نزدیک تر شما برای اینکه بتونید تشخیص بدید اون که میانگین نه دوره‌ای، چون به عددها نزدیک تر شما بخیم بخیم که میانگین نه دوره‌ای یعنی قیمت هایی که در نه تا دوره گذشته، حالا نه تا شمع گذشته، شمع میتونه ساعتی باشه، میتونه روزانه باشه، میتونه هفتگی باشه، هر چیزی که هستش، چون به قیمت ها نزدیک تره بنابراین معمولا خط تانکنسن به شمع ها نزدیک تره.
از تانکنسن معمولا به شمها، اون خطی که به شمها نزدیکتره معمولا خط چیه؟ تانکنسنه. این میشه در واقع بالاترین نقطه بلا به پایینترین نقطه این شمه تقسیم بر دو برای دوره زمانی نفوذه. یعنی این وقتی که ما این خط هر کدوم از این خط نحوه محاسبش هم به صورت دارم، میگم نحوه محاسبش زیاد مهم نیستش که ما چه جوری حساب میکنیم، بیشتر برای تشخیص خط سیگنال و خط حمایت مقاومت استفاده میشه به عنوان نشانه تغییر جهت روند، چون خیلی نزدیک به شمع ها سریعتر به عنوان نشانه تغییر جهت روند ازش استفاده میشه و میتونه به ما تغییر روند نشون بده. اگه این خط رو به بالا باشه نشانه روند صعودی، اگه رو به پایین باشه نشانه روند نزولی. خط بعدی کیجونسن. کیجونسن همون در واقع تانک کیجونسن، من اینجا دو تا صفحه رد کرده بودم ولی برگشتم کردم. خط بعدی کیجونسن. کیجونسن کدومه؟ کیجونسن در واقع هم مثل تانکنسنه با یه مقدار فاصله بیشتر. چرا؟ چون به جای میانگین 9 دوری میانگین 26 دوری رو میاد اندازه گیری میکنه، یه مقدار فاصلهش برای همین از شمع ها بیشتره. هر چقدر میانگین های حرکتی شما اگه دقت کرده باشین تو چارت تون، وقتی میانگین 20 دوری میذارید میبینید که به شمع ها نزدیکه، وقتی میانگین 200 دوری میذارید میبینید خیلی از شمع ها چی شده، دور شده. همین فاصله دور و نزدیک بودن باعث میشه در واقع میانگین کوچیک یا میانگین بزرگ بودن باعث میشه که این خط نزدیکتر بشه یا دورتر باشه. برای همینم هم میگم که شما از این میتونید اون از اونی که نزدیکتر تانکنسنه، اونی که دورتر کیجونسنه. کیجونسن میاد در واقع برای تایید خط مقاومت و حمایت استفاده میشه، چون این مقدار فاصله بالاتری داره، خرید برای خط حمایت و مقاومت استفاده میشه و برای حد زدن ادامه روند قیمت، روند قیمت و نه حدود و نه خود روند ها. ببین برای روند قیمت استفاده میشه، یعنی در واقع این که تشخیص میده، کمک میکنه ما تشخیص بدیم که این روند میتونه ادامه پیدا بکنه یا نه، یعنی خود ترند میتونه ادامه پیدا بکنه، قیمت میتونه ادامه پیدا بکنه یا نه. قیمت، حالا قیمت میتونه قیمت خونسا باشه، قیمت صعودی باشه، قیمت نزولی. اگه قیمت بالاتر از این خط باشه به معنای ادامه به سمت بالا، ادامه قیمته. ببینید وقتی ما میگیم ادامه قیمت لزوما تغییر روند نیست، یعنی که قیمت در یک روند نزولی قیمت میتونه بیشتر یا کمتر بشه اما روند لزوما صعودی یا نزولی نشه. دقت بفرمایید، در یک قیمت نزولی یا در یک قیمت صعودی، در یک روند نزولی یا در یک روند صعودی، روند کلیت حرکت قیمت، مثلا او زیر خط روند داره حرکت میکنه، در حالی که زیر خط روند داره حرکت میکنه قیمت میتونه در واقع تو اون روند نزولی قیمت میتونه یک اصلاح صعودی داشته باشه دیگه. این در واقع تعیین و این خط کیجونسنه بیشتر به ما تغییرات روند قیمت رو نشون میده و نه روند عمومی که خود ترند گفته میشه. این هم از این. چیکوسپان آ و چیکوسپان بی. چیکوسپان نحوه محاسبش حالا میانگین قیمت بسته شده روز و 26 در واقع همون روز و 26 روز گذشته رو میاد به ما نشون میده. به اون موج عقب افتاده هم بهش میگن این خط سفیده چیکوسپان. این چیکوسپانه بهش این خطی که حالا اینجا سفیده، حالا میتونه حالا تو تنظیم شما این خطی که عقب تر از بقیه خط هست، این میاد بهش موج عقب افتاده هم بهش میگن، یا یک بهش موج عقب افتاده سیگنال حامی یا تایید کننده هم بهش میگن. بیشتر میاد تایید میکنه که روند در واقع اگه در واقع چیکوزمان اگه خط قیمت از بالا به پایین قطع کنه سیگنال خرید خط قیمت رو. خط قیمت میتونه این باشه، این خط قیمت، حالا خط قیمت که روی چارت هستش، اگه از بالا به پایین قطع کنه سیگنال نزولی، اگه از پایین به بالا قطع کنه سیگنال صعودی. این حالا روی چارت بیشتر براتون توضیح میدیم که این به صورت عمومی به این در واقع حالا به صورت چی میگمش کلی کناری به این صورت حالا محاسبه میشه. ولی اون خطیه که عقب افتاده است و ازش معمولا برای تایید روند استفاده میشه، بیشتر مثلا میخوان روند رو تایید کنن، نه روندی که حالا مشخص مطمئن بشن که آیا این درست حدسی که زدن درسته یا نه، معمولا میان از چیکوسپان استفاده میکنن. یه مقدار این عدد چیکو یه مقدار این اسما و اسامی یه مقدار شاید
گیج کننده باشه. روی چارت که بریم براتون کامل تر توضیح میدم رو مرحله، فعلا رو تئوریش یاد بگیریم، بعد میریم روی چارت مشخص میکنیم. فضای بین حالا در مورد ایچیموکو کینکویو که یک ابر در واقع مبناش بر اساس ابر دیگه، این خود همون ما میگیم ابرهای ایچیموکو دیگه، درسته؟ این ابرهای ایچیموکو بیشتر در واقع تلاش ها روی همین ابر، تمرکز ها برای همین روی این ابر هاست، این چیزی که شبیه ابر دیده میشه. این چیزی که اینجا شبیه ابر دیده میشه فضای بین در واقع سرگزبان آ و بی، لبه های ابر چه بالا چه پایین نقاط مقاومت و حمایت نشون میدن، بهش ابر کومو هم میگن، در شکل و ارتفاع با تغییر قیمت میاد تغییر میکنه. حالا در واقع ارتفاع نشون میده که در واقع میزان فاصله و این ارتفاعی که ایجاد میشه نشون دهنده بی‌ثباتی قیمته، یعنی هرچند قیمت بی‌ثبات‌تر باشه اینا به اون صورت، هرچند بی‌ثبات‌تر باشه به معنای این هستش که تغییر قیمت سریع، سرعتش، سرعت تغییرات قیمت وقتی زیاد باشه این در واقع ابرها زخیم تر میشن. ابرها که زخیم تر میشن این فاصله ارتفاعی یا عمودیش چی میشه؟ بزرگتر میشه. پس وقتی که میبینید که اینها بزرگترن به این معنی هستش که تغییرات سرعت قیمت تغییرات بالاییه. حالا و وقتی که نزدیکتر میشه قیمت ها میتونن از طریق در واقع وقتی که عرف فاصلش نزدیکتر میشه احتمال این که قیمت تغییر بکنه بیشتر میشه، یعنی هر چقدر این فاصله چی میشه؟ کوچیکتر میشه. سینکوسپان آ بالاتر از بی وقتی باشه روند صعودی و در حالت برعکس روند نزولیه. حالا اینو ما میتونیم بالاتر یا پایین تر بودن از این ابرها، بالاتر از پایین تر بودن قیمت ها هم با اون هم محاسبه کنیم. علاوه بر ضخامت قدرت ابر هم میتونه توسط زاویه اون مشخص بشه. برای صعود به سمت بالا و پایین ابرهای پشت در واقع ابرهای پشت قیمت بهش میگن ابر سایه، سایه کومو. حالا وقتی که رابطه ابری که ایجاد شده با سایه کومو میاد رابطهش اگه این به این صورت شدید باشه، یعنی که تغییرات قیمت قدرت روند خیلی زیاده، ولی اگه این در واقع این زاویه اینقدر شدید نباشه، زاویه کوچکتر باشه تغییرات قیمت، اون موقع ما میتونیم بگیم در واقع این قدرت روندی که ایجاد میشه به اون زاویه ابرها نسبت به ابر سایه میتونه چی بشه، میتونه در واقع تعیین کننده باشه. در مورد سیگنال ورود و خروجش در ادامه صحبت میکنیم. سیگنال ورود با تغییر ابرها برای خرید و فروش میتونیم اقدام کنیم ابر بالاتر یا پایین تر. سیگنال خروج هم راه های زیادی داره، معروف ترینش اینه که چیکوسپان وارد محدوده قیمت شمها میشه. چیکوسپان کدوم یکی بود؟ اون خط عقب افتاده، یعنی این وقتی وارد محدوده قیمت میشه این یعنی که ببین الان مثلا اینجا وارد محدوده قیمت شده دیگه، میگه قبلا اگه فروختی الان اینجا قیمت میخواد برگرده. وقتی که چیکوسپان خط عقب افتاده وارد فضای ابری میشه، میشه سیگنال خروج بهت میده، میگه اگه قبلا فروختی اینجا خارج شد، که خب میبینید که بعدش هم روند صعودی شده، یعنی برای فروش قبلی مناسب بوده که اینجا خارج بشه. پس معروف ترینش چیه؟ معروف ترینش اینه که وقتی که چیکوسپان اون خط عقب افتاده وارد محدوده شمع ها میشه، وارد محدوده ابر ها میشه، ما باید چیکار کنیم؟ این خودش این نشون دهنده یه سیگنال چیه؟ این خودش سیگنال خروجی. یکی از مهمترین نکاتی که ابرهای شیموکو نشون میده اینه که چه زمانی نباید وارد بازار بشیم. زمانی که قیمت داخل ابر و خود اون ابر قیمت، یعنی زمانی که الان وقتی قیمت بالاتر یا پایینتر ابر جهت داره، وقتی قیمت داخل ابر اینجاها، حالا روی چارت بیشتر توضیح میدیم، اون اینجا زمانیه که میگه که نباید وارد بشه، حالا روی چارت بیشتر توضیح میدیم. من ADX هم توضیح بدم، خب این تئوری هر دو رو از نظر تئوری بررسی بکنیم، بعد که هر دو رو از نظر تئوری بررسی کردیم میریم روی چارت با خیال راحت از نظر عملی و فنی اونجا میبینیم. از نظر تئوری ADX چیه؟ ADX یه میانگین در واقع ADX، حالا این مبنای ADX هم مبناش بر اساس میانگین های حرکتیه که شبیه یه چیزی مثل ATR،
منتها حالا با یک روش محاسبه یه مقدار متفاوت‌تر. ATR و ADX تقریبا یک جورایی یک مشابهت های با هم دارن، ولی فرمول محاسباتشون، فرمولی که اینا رو محاسبه میکنن داداش، متفاوته و برای همینم کاربردش هم میاد متفاوت تر میشه. ADX توسط یک فردی به نام ولز وایلدر در واقع شناخته شده، ایجاد شده در ابتدا، چون خود وایلدر یه معامله گر توسط، حالا خوبیش اینه که این توسط یک معامله گر حرفه‌ای ایجاد شده. این شخص بیشتر کالاها رو ترید میکرد و ADX هم برای اون توسعه داده بود، اما خب در ادامه ADX برای همه بازارها شروع کرد به استفاده شدن. ADX هدف اصلی از ADX، استفاده از ADX، قدرت رونده. اینو من چرا الان باز تاکید میکنم؟ اگه خاطر باشه ابتدای وبینار چی تاکید کردم؟ هدف از ایشیموکو چیه؟ جهت رونده، اینی که روند قرار به کدوم سمت بره. هدف از ADX چیه؟ استفاده از ADX، قدرت رونده. برای همین هم هستش که ترکیب این دوتا با هم دیگه، پس ترکیب جهت روند و قدرت روند میتونه چی بشه؟ میتونه مثبت باشه. حالا این ترکیبی که ما، ترکیبی که ما به دست میاریم از اینکه خب حالا قدرت روند به کدوم سمت میره یا جهت روند به کدوم سمت میره، یعنی ابرای ایشیموکو میان برای ما جهت روند رو مشخص میکنن، ADX برای ما میاد قدرت روند رو مشخص میکنه. برای همین هم ترکیب این دوتا میتونه ترکیب معناداری باشه. ADX از 3 تا خط تشکیل شده، حالا در تصویر میتونیم ببینیم، گیاهی مثبت، گیاهی منفی و خط خود ADX. زمانی که ADX بالای 25 باشه، کالا میگم اینا رو همه رو چارت نشون میدن، به گفته وایلدر ADX زیر 20 در واقع روند ضعیف، بالای 25 روند در واقع، بالا وقتی بالای 25 باشه روند قویه. حالا وقتی میگیم روند قویه، لزوما روند صعودی یا نزولی نیست، هم میتونه برای روند صعودی استفاده بشه، هم میتونه برای روند نزولی استفاده بشه. اما قیمت ها میتونن همچنان در واقع وقتی که زیر 20 میاد، ADX میاد زیر 20، یعنی که روند یه روند خنثی یا هنوز جهتی نداره، یا اونقدر پرنوسان هستش در سطوح کوچیک که نمیتونه جهت مشخصی برای خودش چکار کنه، انتخاب کنه. وقتی که نشانگر منفی، یعنی ADX در ADX، وقتی دیای منفی و دیای مثبت اینا همدیگر رو قطع میکنن، از پایین به بالا یا از بالا به پایین، سیگنال های در واقع نزولی یا صعودی میدن. ADX، خود ADX، خط ADX، پس گفتیم سیگنالی که میده از این عدد اینجا باید بخونه. مثلا الان اینجا ADX 14 است. ADX 14 یعنی چی؟ یعنی که بازار روند نداره و قیمت جهت مشخصی نداره، قدرت نداره بازار، نه برای افزایش قیمت و نه برای کاهش قیمت، بازار قدرتی نداره. چرا؟ چون ADX رو چند؟ رو 14 است. اگر میخوایم وارد بشیم، باید وقتی که ADX زیر سطح 20 نباید وارد بشیم. پیش بینیش اینه که چون روندی نداره، زیر سطح 20 وارد شدن فایده ای نداره. خطوط دیای منفی و مثبت، همونطور که از اسمشون مشخصه، برای سیگنال های منفی و مثبت استفاده میشه. اگه دیای مثبت از پایین به بالای دیای منفی حرکت کنه، خط در واقع سیگنال، سیگنال صعودیه. اگه دیای منفی به پایین دیای مثبت، یعنی دیای منفی دیای مثبت از بالا به پایین قطع کنه، اون موقع سیگنال فروش و سیگنال نزولی میده به ما. وقتی که حالا اینو ما متوجه شدیم، میگم اینا رو تئوریشو میگم و بعد میریم روی چارت، شاید خیلی گیج کننده باشه، من تئوریش اول برای همینم سعی میکنم تون تون تئوریشو توضیح بدم که بعد بریم روی چارت به صورت عملی ببینیم که اینا رو کدوم به چه صورت استفاده میشه ازش کرد. وقتی که ما میایم که حالا این دو تا رو میخوام مثلا در ترکیب هم دیگه استفاده کنیم، پس ADX میاد به ما چیز رو میده، ADX میاد به ما قدرت روند رو مشخص میکنه و ایچیموکو هم میاد برای ما جهت روند رو مشخص میکنه. با همدیگه وقتی بخوایم استفاده کنیم، میشه یک تصمیم آگاهانه تر گرفت با استفاده از اینا، چون هم ما میتونیم قدرت یک روند رو ببینیم، هم تشخیص بدیم که در چه جهتی میخواد حرکت کنه، و یک دید جامع تری ما میتونیم از بازار برای خودمون چکار کنیم اینجا داشته باشیم و به دست بیاریم. حالا درکشون، درک بهترین شاخص ها، ADX گفتیم که چیکار میکنه؟ ADX
نشون دهنده یک روند قوی یا ضعیفه. ایشیموکو سطوح پشتیبانی برای ما مشخص میکنه، سطوح مقاومت رو برای ما مشخص میکنه، روند حرکتی رو مشخص میکنه و میاد از حالا باز از این خطای مختلفی که داره، پنج خط مختلف داره، کیلیمسن و تانکنسن و چیزایی که حالا درموش کامل توضیح میاد با اینا، میاد چیکار میکنه، سطوح مختلف حمایت مقاومت و روند قیمت رو برای ما میاد چیکار میکنه مشخص میکنه. برای اینکه ما بتونیم از این دوتا با هم استفاده کنیم، مرحله اول اینه که قدرت روند رو با ADX بهم شناسایی کنیم، چون ADX فرا از این که روند صعودی یا نزولی به ما قدرت میده، میگه قدرت روند اینه. حالا فرا جدا از این که یک روند صعودی یا یک روند چه نزولی، اصلا مهم نیستش که روند حرکت قیمت حرکت رو به بالا داره یا رو به پایین، ADX به ما تایید میکنه و نشون میده که اون حرکت به بالا یا حرکت به پایین قدرت ادامه دارد یا نه، فرا از اینکه روند مثبت باشه یا منفی. پس اگه زیر 20 بود کسی میگه که قدرت نداره، مهم نیستش که ما تشخیصمون این باشه که روند صعودی یا نزولی، بهتره که به بازار، بهتره که تو سطوح وارد نشیم، مگر اینکه شرط خاصی داره، مگر اینکه در واقع حرکت قیمت طوری باشه که ما بیایم تشخیص بدیم که خب الان مثلا میگم مربوط به یک سری بازار سهامه و تو بازار سهام داره نشون میده که این مثلا سهامی که ما الان تکنیکالی ما میتونیم بگیم که نباید واردش بشیم، تکنیکالی ما میگه این میگه، ولی از نظر فاندامنتال داره به ما نشون میده که بازار وارد یک در واقع مثلا پایین تر از ارزش واقعی قیمت گذاری شده، بنابراین ما میتونیم روش حساب کنیم و برای یک روند صعودی در قیمت در واقع صعودی در آینده میتونیم سهام الان بخریم در آینده قیمتش بیشتر بشه. اون میشه بحث فاندامنتال، بحثش جداست، ولی از نظر تکنیکال وقتی ما میایم بررسی میکنیم میگیم که وقتی که ما اول ADX رو نگاه میکنیم در ترکیب ADX و ایچیموکو با هم دیگه، اول باید اولین کاری که میکنیم چیه؟ ADX رو نگاه میکنیم، قدم اولینه. اگه ADX بالای 25 بود یعنی روند ارزش اینو داره که قدرت داره و ارزش اینو داره که ما وارد بازار بشیم، اما اگر از زیر 20 بود یعنی اصلا بهتره که اصلا اول کلا بیخیالش بشیم. حالا مرحله دوم چیه؟ مرحله دومی که خب بیم جهت رو مشخص کنیم، ما روند رو مشخص کردیم که مثلا قدرت داره، متوجه شدیم که این روند روندی که قدرت داره، حالا که قدرت روند رو مشخص کردیم باید بیم چی مشخص کنیم؟ باید بیم جهت روند رو مشخص کنیم. جهت با استفاده از ایچیموکو میاد مشخص میشه. ایچیموکو میاد میگه که اگه قیمت بالای ابر و تانکنسن نزدیکه، بالاتر از کیجونسن، این یعنی که روند سودیه. قیمت زیر ابره، حالا اینا رو با رسم شکل براتون توضیح میدم. ببین این میشه سیگنال، در واقع سیگنال های صعودی نزولی و خونسا. سیگنال صعودی یا قدرت خرید میگه که قیمت ADX بالای 20، الان ADX اینجا چند؟ 30ه. اگه ADX بالای 25 که الان مثلا تو این تصویر ببینید ADX رو چنده، ADX رو 25 روی 30، پس بنابراین روی حتی چند 39، یعنی که روند قدرت کافی رو برای استفاده ازش داره. قیمت بالاتر از ابرای چیموکو، این ابرای چیموکو و قیمت بالاتر از ابرای چیموکو، اوکی. تانکنسن بالاتر از کیجونسن، تانکنسن گفتیم خط کدومه؟ خط نزدیکتره. کیجونسن این الان که اینجا خط آبیه میشه خط دورتره، میگه تانکنسن بالاتر از کیجونسنه. خب این در واقع قدرت روند رو به ما نشون داد که روند قدرت خوبی داره، در این حالی که قدرت خوبی داره حالا جهتش هم چیه؟ صعودیه. پس ما باید با پوزیشن خرید وارد بشیم. حالا در چه سطحی باید وارد بشیم؟ پوزیشن خرید رو معمولا ما میگیم پوزیشناتون رو در سطوح حمایت و مقاومت وارد بشید و در سطوح حمایت و مقاومت هم خارج بشید. بنابراین اگر مثلا قیمت اینجا بود ما نباید وارد بشیم، میگیم که قیمت خرید رو ما کجا میذاریم؟ میریم رو سطوح تقریبا ابر میذاریم، مثلا میگیم که اینجاست ولی من میخوام رو سطوح کجا خرید کنم؟ تو این محدوده قیمت اینجا مثلا تو این سطوح خرید کنم، حالا هر عددی هستش، بحث تکنیکالیش به این صورته. اگر سیگنال فروش چه زمانیه؟ میگه که قیمت بالای 20 ADX بالای 25، الان ADX اینجا چنده؟ الان ADX 65 هست، نه ببخشید ADX روی 28، 28 و 44، پس ADX بالاتر از 25، قدرت روند تایید شده است، روند قدرت داره. البته اینجا ما قیمت اینجایی که نگاه میکنیم ما قیمت باید اینجا رو ما در واقع نگاه میکردیم، این زمانی که اینجاست ADX بالاتر از 25 قدرت روند قدرت قابل قبولیه. قیمت زیر ابر، تانکنسن این نزدیکه،
پایین تر از کیجون سنه، پایین تر از دوره، یعنی نه دوره ای کمتر از زیر 14 دوره ایه. پس اینجا روند همچنان میگه چیه؟ میگه که این روند همچنان نزولیه، هم قدرتش رو داره که ادامه بده، هم خب روند نزولیه دیگه، یعنی هم ابرهای چینوکو و ایجکس با هم دیگه اینو ترکیب میکنن. یه وقتی هستش که ما میگیم که خب همون مسئله که از کردم خدمتون که اینه که نباید معامله کرد کجاست؟ نباید معامله کرد زمانیه که اینجا ما میبینیم که در واقع چیزی که وجود داره، اینجا ما میبینیم که ADX قدرتش کمتر از 25، بازار جهت مشخصی نداره، ممکنه محدود در واقع به یک محدود حرکتی باشه که هست و بعد از این هم به هر سمتی حرکت کنه. پس بنابراین اینجا ترکیب وضعیت اینجا شاید طوریه که ما میگیم که بهتره که وارد معامله نشیم. این به صورت چیز تئوری. حالا بریم روی چارتا به صورت عملی ببینیم که حالا ما اینو به صورت عملی چطوری میتونیم ازش استفاده کنیم. ما تئوری رو استفاده کردیم، تئوری رو توضیح دادیم، این عملی عملیش ببینیم به چه صورت. خب اینم شیر شد تصویر. بله تصویر شیر. خب عملش میبینیم به چه صورته. عملش میگیم که بچه اگه سوالی تو اینجا بپرسید، بچه که تو زوم هستید هم سوالاتتون رو میتونید توی بخشش بپرسید، در واقع پرسش پاسخ هستش، اونجا میتونید سوالاتتون رو بپرسید. خب سوالی ندارید، ببینیم حالا بعدا هم سوال داشتی بعدا سوال براتون پیش میاد، میتونید زیر ویدیو تو شبکه های اجتماعی تو وبسایت جای مختلف که منتشر میشه بنویسید، تا حالا برگردیم به سوالتون جواب بدیم، توی یا تو یوتیوب یا تو وبسایت که منتشر میشه. بریم از نظر عملی ببینیم وضعیت چیه. الان این چارت تلاست، من میخوام ببینم که باید بخرم نباید بخرم، یعنی الان باید چیکار کنیم، این با این وضعیت ما باید چه تصمیمی بگیریم، نباید بخرم یا بخریم. بریم چارت یک ساعته کوچیکتره، بعدش میریم چارت بزرگ و دورهای زمانی بزرگتر بررسی میکنیم. الان چارت یک ساعته ADX رو چنده؟ روی 37. بالاتر از 25؟ بله. قدرت روند چیه؟ صعودی مثبت. اوکی. تانکن سن بالاتر از کی جون سنه؟ بله. قیمت بالاتر از ابر؟ بله. بنابراین ما اینجا میتونیم چیکار کنیم؟ ما اینجا میتونیم دنبال پوزیشن خرید باشیم. پوزیشن خرید رو با سطوح مقاومت حمایتمون رو باید پیدا کنیم و بر اساس دنبال پوزیشن خرید باشیم. این چیزی که ADX به ما میگه. قدرت ترکیب ADX و چی میگم؟ ترکیب ADX و اپهای شیموکو به ما میگه. سطح خرید رو کجا پیش بینی کرده بود؟ سطح خرید رو گفتیم که سطوح تانکنسن و کیجونسن، اینا میتونیم ازش به عنوان سطوح حمایت و مقاومت استفاده کنیم دیگه. خب این سطوح حمایت و مقاومت رو به ما داده بود، یعنی چی؟ یعنی که خود همین سطح میتونست به عنوان سطح خرید استفاده بشه، که خب ازش به عنوان سطح خرید استفاده میکردیم روی 2637 بود که الان 2645 و همینطور میتونه ادامه پیدا بکنه. به صورت کلی پس ما میتونیم چی بگیم؟ بگیم که سطوح حمایت و مقاومت مشخص میکنیم. اول از همه قدم اول چیه؟ قدم اول ما باید بیایم ADX رو مشخص کنیم که قدرت روندش چیه. بعد که ADX رو مشخص کردیم، قدرت روند آیا دارد یا نه، روندی که کنونی از قدرت دارد یا نه، برای قدرت دارد، حالا بیایم با ابرهای شیموکو یا در واقع شیموکو کلاود بیایم چیکار کنیم؟ جهت قیمت رو مشخص کنیم. ببینید ما گفتیم اون خطی که عقب میمونه، خطی که عقب میمونه وقتی وارد این خطه، خب این خط عقب، خطی که عقب میمونه گفتیم بهترین سیگنال برای خروج از بازاره. خب ما اینجا قیمت اومد زیر ابر، خب دقت بفرمایید، قیمت اومد زیر ابر، تانکنسن کیجونسن رو از بالا به پایین قطع کرد، تانکنسن کیجونسن رو از بالا به پایین قطع کرد، قیمت اومد زیر ابر، سیگنال چی داد؟ سیگنالی که اینجا داده سیگنال چیه؟ سیگنال نزوله. خب ما اینجا میریم چیکار میکنیم؟ خیلی فروش انجام میدیم. خب این فروش که الان اینجا انجام دادیم اومد و حالا اومد و به سودم رسیدیم، حالا ما اینجا فرض کنیم که از پوزیشن خارج نشدیم، فرض کنیم که اینجا که اومد از پوزیشن خارج نشدیم،
این شروع میکنه دوباره به افزایش پیدا کردن. وقتی که به اینجاها میرسیم، این سیگنال چی میشه؟ این سیگنال تازه در واقع نمایان میشه. این کجا نمایان میشه؟ اینجا، یعنی ما اینجا رسیدیم، ولی این سیگنال چون عقب تره، اینجا تازه وارد چی میشه؟ وارد ابرها شده. یعنی مقدار که به ما خبر میده، سیگنال دیرتر خبر میده، لیدینگ در واقع لگینگ ایندکس هم هستش. اینجا سیگنال میگه که اگه خارج نشد، اینجا خارج شد، تو کدوم محدوده قیمت میشه؟ تو این محدوده قیمت اینجا 2616. این میشه سیگنال، در واقع سیگنالی که ما میتونیم از ADX بگیریم برای ورود خروج، برای سطح ورود و خروج. خود قیمت ورود و خروج ما میتونیم از اینکه ازش استفاده بکنیم یا استفاده نکنیم، ما باید از استفاده از ADX بیم اینو بسنجیم که اصلا ازش استفاده بکنیم وارد معامله بشیم تو این شرایط یا نه. این چارت طلا بود. خب ما بیایم اینجا چارت، هر چارتی رو که بخواید ما میتونیم الان بررسی کنیم، ببینیم که با توجه به این، مثلا الان ببینیم یورو یو اس دی رو مثلا بررسی کنیم، ببینیم که یا مثلا نفت یا بیت کوین، چه میدونم مثلا بیت کوین. الان بیا بیت کوین ببینیم که در تایم فریم های مختلف سیگنالی که این دوتا با هم میدن چیه، چه عددهایی رو برای ما مشخص میکنن. در تایم فریم روزانه، اگر این تایم فریم روزانه، تایم فریم روزانه قیمت، تایم فریم روزانه ای که الان ما داریم، ADX چنده؟ 23. اصلا نباید وارد بازار بشیم، اصلا دیگه اصلا بررسی نمی کنیم. ADX 23 هستی، گفتیم زیر 25 و زیر 25 معنی نداره، زیر 20 که اصلا کلا معنی نداره، بین 20 و 25 هم روان خونساست، زیر 20 جهت نداره، بین 20 و 25 هم خونساست. در تایم فریم 4 ساعته ADX چند؟ 4 ساعته 20. پس در تایم فریم 4 ساعته هم وارد شدن به پوزیشن ممنوع. در تایم فریم روزانه اشوارم در واقع معاملات روزانه یا تایم فریم یک ساعته که برای معاملات روزانه استفاده میشه. خب اینجا ADX چنده؟ اینجا ADX ما 42. اوکی، قدرت روند مشخصه. حالا الان اینجا این اینجا این نکته مشخص، دقت بفرمایید. الان قیمت بالاتر از در واقع تانکنسن، بالاتر از کیجونسن، یعنی تو روند نزولی قیمت داره افزایش پیدا میکنه. وقتی که روند نزولیه و قدرت هم داره، قیمت داره افزایش پیدا میکنه، ما با دنبال نقاط چی باشیم؟ فروش. الان اینجا نقطه فروش، بهترین نقطه فروش که میتونیم ازش استفاده کنیم، بهترین نقطه فروش که میتونیم ازش استفاده کنیم خط پایین ابرهای ایچی موکو. یعنی اینجا میگیم که خب حالا که سیگنال داره ما سیگنال فروش میده، ما اینجا میگیم چیکار میکنیم؟ میگیم میفروشیم، خروج از بازار میذاریم خط بالای سرکوسپان. اینجا پس در واقع پس ADX به ما سیگنال داد که قدرت روان، قدرت مشخصی حرکت میکنه برای معاملات روزانه. ببینید تایم فریم H1 برای چه معاملات استفاده میشه؟ معاملات روزانه، درون روز، دی ترید استفاده میشه، نه برای معاملات بلند مدت. برای معاملات بلند مدت تایم فریم یک ساعت رو استفاده کنید. این از این. بریم مثلا یورو یو اس دی رو با این چک کنیم. یورو یو اس دی چه پیدا نمی کنیم. یورو یو اس دی هم بارست. خب این هم چیزی که زیاد استفاده میشه معمولا در واقع اندیکاتوری که بیشتر استفاده میشه. خب در یورو یو اس دی الان قیمت رو 1.09 تقریبا 0.945 42. قیمت کجاست؟ بالاتر از ابر. کیجونسن کجاست؟ بالاتر از تانکنسن. با کجاست؟ بالاتر از کیجونسن. ADX چنده؟ ADX 16 است. وارد معامله نشیم در تایم فریم 30 دقیقه. در تایم فریم یک ساعته، در تایم فریم یک ساعته و 30 دقیقه، یک ساعت 17، در تایم فریم یک ساعته و 30 دقیقه نباید وارد شد. زیر چیه؟ در واقع زیر ساعت 20 دیگه. ADX گفتم زیر ساعت 20 باشه نباید وارد بشه. بریم تایم فریم مثلا 4 ساعته رو نگاه کنیم. در تایم فریم 4 ساعته خب ADX چنده؟
ADX ما 53 قدرت روند مشخصه. تایم فریم 4 ساعته برای چه بازی زمانی معاملات استفاده میشه؟ برای معاملات معمولا 5 6 روزه، 1 هفته، 10 روزه، برای اینا از تایم فریم 4 ساعته تحلیل در تایم فریم 4 ساعته میشه استفاده کرد. خب قیمت روی زیر ابر خط تانکنسن زیر کیجونسن، در واقع تانکنسن زیر کیجونسن، قیمت روند خود قیمت، روند پایشی، روند حرکت قیمت، روند نزولیه، هم روند قیمت عمومی نزولی، هم قیمت در حال کاهشه این به صورت عموم. حالا اینجا الان قیمتی اصلاحی داده، حالا به صورت کلی ما میتونیم چیکار کنیم؟ در واقع دیدگاه اینو داشته باشیم که الان در تایم فریم 4 ساعته یورو یوسدی روندش چیه؟ نزولیه، قدرت روند هم قدرت مناسبیه. این میشه اصلا سیگنالی که باید بمانیم. در تایم فریم یک روزه نگاه کنیم یا دیلی نگاه کنیم؟ در تایم فریم دیلی شمع‌ها اومدن توی چی؟ در تایم فریم دیلی شمع‌ها اومدن از در داخل، در واقع خود شمع‌ها وارد چی شدن؟ وارد فضای ابری شدن. خود شمع‌ها وارد فضای ابری شدن ولی قیمت همچنان بالاتر از فضای ابری. اینجا داره سیگنال احتیاط میده، میگه که اینجا مثل یک چیز دو سره، میگم چاقوی دو سره. سیگنال در این حالی که الان داره تانکنسن اومده زیر کیجونسن، قیمت داره میره زیر ابر ولی هنوز قیمت داخل ابره، پس بنابراین سیگنال واضحی نیستش. ADX هم درسته که الان ADX رو 40 داره میگه که قدرت روند قدرت خوبیه، اما این قدرت رونده رو فعلا چیز تایید نمیکنه، فعلا چی میگم بهش ایشیموکو کلاود یا ابرهای ایشیموکو اینو سیگنالی که ADX میده رو قبول نمیکنه، تایید نمیکنه، میگن که فعلا روند چیه؟ روند دچار یک چلنج و دچار یک نوسانه، بهتره که تو این فضا وارد نشیم و صبر کنیم که قیمت یا کامل بره زیر ابرها یا کامل بیاد بالای ابرها. این هم از چی میگم بهش، این هم از سیگنالی که اینجا ما از ابرهای چی میکو به ایدکس میگیریم. این میشه کلیت اون چیزی که توضیح دادیم و نیاز به توضیح بدیم که چطوری ما میتونیم از ایچیموکو و از ADX در ترکیب با همدیگه استفاده کنیم. سوالی دارید بچه؟ اگر سوالی دارید بپرسید. اگه سوالی دارید من یه چیز به شما معرفی کنم، یه امکان جالب به شما معرفی کنم. این شما برای ترکیب برای من یه وبسایت میخوام باز کنم به شما یه نکته، برای این تعدادی استفاده از چیز، برای استفاده از تحلیل تکنیکال، من یه وبسایت به شما معرفی کنم. وقتی که شما این چارتای تکنیکال رو هر موقع سعی کرد حس کردید که چارتای تکنیکال رو درست متوجه نمیشید، کاری که میتونید انجام بدین اینه که تو وبسایت اکونومیشن یه امکانی هست برای تحلیل تکنیکال AI. توی این قسمت شما اون چارت رو میتونید چیکار کنید؟ اسکرین شات بگیرید و اینجا وارد کنید. مثلا بیایید الان این کار رو انجام بدیم. الان ما بیایم همین چارتی که اینجا داریم رو، کجا بود؟ همین چارتی که اینجا داریم در تایم فریم یک روزه ببینیم که هوش مصنوعی از یورو یو اس دی به ما چی میگه. اوپس، من اینجا تصویر خودم رو بیرون. آها، شما اینو من الان خب اجازه بفرمایید. ببینید شما، من اسکرین اون چارت رو اسکرین شات گرفتم. شما هم میتونید تحلیل تکنیکالتون رو اینجا پیاده سازی کنید، هم میتونید چارتی که داشتیم الان، ما همین الان اون چارتی که داشتیم من اون اسکرین شات گرفتم، این رو بیایم روی آوردیم اینجا.
اینجا میتونید شما آپلود کنید و بعد از هوش مصنوعی بخواید که اینو برای شما تحلیل کنه. شما اینجا میتونید پرامپت خودتون رو بنویسید، از این پرامپت آماده ای که اینجا وجود داره استفاده کنید و ازش بخواید اون چارتی که به شما پیش دادید برای شما تحلیل کنه. این چه فایده ای داره؟ من برای این شما که اینجا هستید لینک شما بچه که زوم هستید بذارم. این چه فایده ای داره براتون؟ این کمک میکنه به شما که شما بتونید قبل از اینکه یک وارد یک پوزیشنی بشید، یا وقتی که وارد یک پوزیشنی هستید میخواید ازش خارج بشید ولی مطمئن نیستید که ازش خارج بشید یا نه، اینجا هوش مصنوعی میتونه به شما کمک کنه و به فارغ از هر گونه چیز، من تو بخش کامنت ها لینکش رو گذاشتم، اینجا میتونید استفاده کنید، خارج از هر گونه در واقع احساسات انسانی، بیاید اجازه بدید که هوش مصنوعی برای شما تحلیل کنه و بگه که خب وضعیت چیه، آیا شما باید وارد بشید، وارد پوزیشن بشید یا نشید. اینجا گفته که چیزی که الان اینجا داره، میگه که اندیکاتورهای فنی میگن که خب الان میگه که این چارت یورو یو اس دیه، ایچیموکو میگه که ابر ایچیموکو، این اندیکاتور شامل خط و یک ابره که نواحی حمایت و مقاومت نشون میده، در این چارت قیمت در حال حاضر زیر ابر ایچیموکو قرار داره که نشون دهنده یک روند نزولیه. و حالا میاد براتون ADX رو، مثلا ADX رو گفته که بالای 25 نشون دهنده روند قوی، اندیکاتور قدرت روند فعلی رو نشون میده، در حال حاضر در حدود 40 قرار داره که نشون دهنده یک روند قوی نزولیه. الگوی کندلستیک هم میگه که در چارت مشاهده میشه که چندین کندل نزولی قرار داره که نشون دهنده فشار و فروشه، همچنین کندلای با بدنهای بزرگ نزولی به معنی تایید این رونده، یعنی هم از نظر کندلستیک هم با کندلستیک هم با چیز ADX اینا میگه که روند نزولیه. پس شما میتونید چیکار کنید؟ تو حمایت و مقاومتتون میگه که سطح پشتیبانی اول میتونه 1.04 باشه، سطح بعدی میتونه 1.082 باشه، سطوح مقاومت هم براتون مشخص کرده 1.11 و 1.12 1.121. اینا به این صورت شما میتونید از این امکان هوش مصنوعی برای تحلیل چارتاتون استفاده کنید. همین تحلیلاتون هم اینجا براتون سیو میشه، یعنی شما میتونید اینا رو هم به صورت سیو شده نگه دارید و استفاده کنید و هر موقع که خواستید در واقع چیکار کنید، هر موقع که خواستید ازش برگردید و ببینید تحلیلاتتون. این در واقع کلیت وبینار امروز بود که هم توضیح دادیم که ADX چیه، هم توضیح دادیم که اپرای چیموکو چیه و هم که ترکیب این دوتا با هم دیگه چطور استفاده میشه، امکان ابزار تحلیل تکنیکال چیز هم براتون توضیح دادیم که از هوش مصنوعی چطوری میتونید برای به عنوان یک مشاور کنار خودتون استفاده کنید. امیدوارم به دردتون خورده باشه، براتون مثبت و مفید بوده باشه. تا فرصت دیگه که دوباره بتونیم در خدمتتون باشیم و با هم باشیم، خدایا رو نگهدارتون.